سکوت و این هوا و این اتاق شب به شب به خاطرم میاردت، توی این خونه هنوزم یه نفر نمیخواد باور کنه نداردت. آلبوم جدیدت رو به نام امپراتور درسته؟ بله انشاءالله. آره قرار بودش که این اتفاق خیلی زودتر از اینا بیفته، تا الان هم این اتفاق نیفتاده. علتش چی بوده؟ با تهیه کننده مثلا مشکل داشتی؟ نه خدا رو شکر مشکل خاصی نبود، بیشتر به خاطر این بود که داشتیم رو کارا کار میکردیم، کارا اون چیزی بشه که میخوایم و اون چیزی باشه که، چون من خیلی این مسئله واسم مهم بود که آلبوم دوم یه اتفاق جدید توش باشه، بهتر از آلبوم اول باشه، مردم مخاطبین جدیدی اضافه کنم به مخاطبینی که داشتیم، هی خدا بخاطب کنم عواسط شهری بر منتشر بشه. هر جور میتونی بمون من با تو سازش میکنم، هر بار میگفتم نرو این با خواهش میکنم. آهنگسازش خودت بودی یا از دوستان هم استفاده کردی و همینطور ترانه سرا تنظیم کننده؟ این بار بیشتر کمک گرفتم توی آهنگسازی از دوستان دیگه هم و 80-90% آلبوم باز خودم ساختم، ولی به نسبت آلبوم قبل خب دوستان بیشتری اضافه شدن واسه کار آهنگ سازی. چند ترک کار کردی؟ 12 ترک. 12 ترک. اسامیشون رو میخوای بگی که کیا بودن؟ اسم اجازه بدین که وقتی انتشار نزدیک بشه چه اتفاقی بیفته. این بار بشکن مغزم و فکر غرورم نیستم، کی گفته این خواهش منو چشم تو کم میکنه، این التماس آخرم خیلی بزرگم میکنه. توی این آلبوم اتفاقا توی سبک خوندن خودم ساختار شکنی کردم و شاید خیلی سورپرایز بشن، شاید خیلی پس بزنن از این سری آهنگا رو، چون خیلی متفاوته با کارهایی که از من تا حالا شنیدن. سعی کردم کاتالیزور این اتفاق توی آلبوم صدام باشه، یعنی یه مکملی که نقطه اشتراک باشه بین آهنگا صدای خودم باشه، چون بعضی از دوستان وقتی که میخوان سبک‌های مختلف بخونن صداشون عوض میکنن که این اشتباهه. تو آلبوم اول هم یه ترک عربی داشتم که اونم باز یه جوری ساختار شکنی بود تو اون مجموعه، ولی خب خیلی روش فکر کردیم. ملودی عربی بود یا نه؟ کلا ملودی و شعر عربی بود. یادی کنیم از سیروان خسروی که خیلی خوب تنظیمش کرد. كل هذا وقلت أمرك أحلى من عسل مر وين تريد أروح وياك بس متجرح إحساسي. یه کاری که خیلی مردم دوست می‌داشتن، منم این کارو خیلی دوست دارم، هر جای دنیایی دارم همونجاست این کار. آره چی شد که این ترانه اصلا شکل گرفت؟ ترانه شو که من دادم یه ذره به این شکل نبود فرمش، نشستیم با ترانه سراش فکر کردیم، بالا پایین کردیم، اول یه ملودی ساختم یه گام دیگه بود کاملا متفاوت با این، بعد بچه‌ها شنیدن مثلا گفتن که کاش کی ذره مثلا فضاش مثلا گرم‌تر باشه، بعد یه ملودی ساختم تو اصفهان خیلی هم خوشحال بودیم می‌زدیم، بعد دیدیم شبیه کار قدیمی در اومده. گذشت و رسیدیم به این کار. راستش رو بخوای بذار اعتراف بکنم، من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر هر جای دنیا فیدبک بگیرم. اون و من رها کن فکر کنم معروف‌ترین کارام هستن، به جز اون عربیه که اونم خیلی گرفت. هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابم و دورت تو می سازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم. نظر در مورد ساعت 25 چیه؟ ساعت 25 به نظر من یه شروع خیلی خوبه. ساعت 25 شبیه منه. شبیه توه؟ آره، چون من خودم رو تو نقطه شروع میبینم تو خوانندگی. اگر این حمایت بشه و تداوم داشته باشه مطمئنا خیلی بهتر از این خواهد شد. و اینکه یه برنامه‌ای که ویژه موسیقی، حالا به نوعی ویژه موسیقیه، اومده موسیقی سنتی و پاپ رو کنار هم قرار داده، تفکیک نکرده اینا رو توی نظرسنجی که مردم انتخاب کنن.
اگه میتونستی یه تصمیم بزرگ و اساسی برای موسیقی بگیری، چه تصمیمی میگرفتی؟ موسیقی رو میدادم دست اهلش. موسیقی سنتی رو میدادم دست اهل موسیقی سنتی. پاپ رو میدادم دست اهل پاپ. بیا که رهاشم از این همه درد، که صداشم از این شب سرد، که تموم بشه فاصله ها. در نهایت اونهایی که جوانایی که میخوان بیان، میخوای باشون گپ بزنی، چیزی بهشون بگی؟ آره حتما. اگر میخوان وارد این کار بشن، اولا من به تشخیص خیلی اعتقاد دارم. توی سنی، توی فکر کنم 14-15 سالگی، 16 سالگی که آدم یعنی این خواد انتخاب کنه، اونجا رو خیلی مته به خشخاش بذارم رو تشخیصشون، چون خیلی مهمه که آدم وارد کاری بشه که واسش به دنیا آمده. من دارم میگم که خیلی سخته این راه، یا واردش نشن یا با تمام وجود واسه همه سختی ها خودشون رو آماده کنن. بعد تو شب رسیدن تو